سلام به همگی خوش آمدید به کلاس نقاشی مادران موضوع امروز هم مثل موضوع هفته گذشته است و فعالیتی را که هفته گذشته شروع کرده بودیم ادامه می دهیم و به پایان می رسانیم. جلسه قبل که مجبور شدی با گذشته خود روبرو شوی چطور بود؟ آیا سرگرم کننده و شاد بود یا ناراحت کننده و دشوار؟ من وقتی به خاطرات شاد فکر می کنم احساس خوشحالی می کنم اما زمانی که خاطرات سخت به ذهنم می احساس ناراحتی و اندوه می آیا شما هم مثل من هستید؟ چی میشد اگر ما تا آخر عمر فقط شادی و خوشحالی می داشتیم؟ البته که همه دوست دارن شاد باشند، اما فکر نمی کنم ما انسان ها بتوانیم فقط با احساس خوشحالی زندگی کنیم. خداوند به ما هدیه عواطف را داد. عواطف و احساسات همینطور که همه شما میتوانید احساس کنید تنها از یک احساس تشکیل نمی شود. مطمئنا وقتی کلاس احساسات من را داشته متوجه شدید که چقدر احساسات مختلف وجود دارد. به این ترتیب ما در این دنیا زندگی می کنیم که احساسات متفاوتی را تجربه کنیم. اتفاقات گوناگونی در دنیا رخ می دهند. براسی چه اتفاق می افتاد اگر برای آینده خودمان برنامه کنیم؟ بیشتر اوقات چیزهای برنامه ریزی نشده بیشتر اتفاق می افتند. چیزهای بشماری هستند که هرگز به آنها فکر نکردید. چیزهایی که انتظارش نداشتید وقتی با چنین اتفاقاتی مختلفی روبرو می شویم چیزهای مختلفی را تجربه می کنیم بعضی چیزها ما را خوشحال می کنند و بعضی چیزها ما را ناراحت یا گرفتار می کنند از آنجایی که بیشتر ما می خواهیم به جای غمگین بودن شاد باشیم وقتی گذشته را به یاد می آوریم بیشتر به چیزهای شاد فکر می کنیم تا به مشکلات و سختی ها چون نمی با سختی ها و غم ها روبرو شویم ما نمی به آنها فکر کنیم و فقط میخواییم آنها را به سرعت فراموش کنیم. من هم در اول اینطور بودم. من فکر می کنم سعی کردم حتی وقتی درد دارم وانیمود کنم که حالم خوب است. اما از یک جایی متوجه شدم که حالم خوب نیست. من نمیدانستم که داخلی قلبم زخم دارم. میدانستم که از گذشته دردناک فرار می کنم. بعد از فهمیدن این موضوع تصمیم گرفتم دیگر فرار نکنم. در عوض شجاعانه با گذشته خود روبرو شوم به عنوان یک کودک به دلیل خشونت زیاد در خانه هر روز دچار استراب و ترس بودم تنها پناهگاه امن من مدرسه بود اگرچه در مدرسه هم مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم یادم نمی آید که با والدینم تماس فیزیکی یا با آنها گفتگوی راحت داشته باشم فکر می کردم هیچ کس مرا دوست ندارد بنابراین هر جا که می رفتم اعتماد به نفس نداشتم و زیاد صحبت نمی کردم. فکر می کردم موجودی به فایده در این دنیا هستم و دیگر نمی خواهم زندگی کنم. یک روز آنقدر در اوج افسردگی بودم که میل شدیدی به مرگ پیدا کردم. اما پس از آن عیسی با من ملاقات کرد و من را خیلی بیشتر از هر کسی دیگری دوست داشت. وسطی آن عشق بزرگ اندازه ای نبود که انسان بتواند آن را اندازه گیری کند. از آنجایی که همه ای انسان ها میمیرند، عشق انسانی هم پایانی دارد. خیلی غمانگیز و دردناک بود وقتی فهمیدم هیچ چیز در این دنیا ماندگار نیست. اما ایسا من را با عشق بدی در آغوش گرفت. عشق و حد و مرزی نمیشناسد. با این عشق کم کم شروع به بهبودی کردم. شروع به تجربه التیام زخم ها و غم‌های گذشته‌ام. کم کم به جای نفرت ورزیدن قدردان رنج های گذشته شدم. فهمیدم که آن دوران دردناک باعث شد که این آدمی بشوم که امروز هستم. وقتی زخم ها شروع کردن به التیام پیدا کردن و قلب شروع کرد به بخشیدن عشق به طور طبیعی به وجود آمد. قبلا نمی توانستم کسی را دوست داشته باشم و نه دوست داشته شوم. اما حالا می دانم چطور دوست داشته شوم و می کسی را واقعا دوست داشته باشم. من توانستم با گذر زمان قدرشناسی و بخشش و عشق ورزیدن را با مقابله با رنج ها و مرور خاطرات گذشته ام یاد بگیرم و به با سطح بالاتری برسم. یک ضرب المثل معروفی در زبان انگلیسی وجود دارد که میگوید گوید نو پین نو گین یعنی نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این به این معنی است که بدون درد رشد دستاورد ارزشمندی وجود نخواهد داشت. من عمیقا تجربه کردم که این حرف درست است. این به این معنا نیست که من به یک فرد کامل تبدیل شدم. نه، هنوز زخم هست که در درونم خوب نشدن. به نظرم زخم یعنی همین. این طور نیست که بعد از بهبودی کامل دیگر آسیبی نبینیم. بلکه در طول زندگی دائما در حال تی کردن روند صدمه دیدن و بهبودی هستیم. این داستان را برای گل زدن به شما نمیگویم. اگر داستان من کسی را اذیت کرده است عذرخواهی خواهی می کنم. داستانم را برای تان تعریف کردم چون اگر زخم های درناک هم از گذشته تان دارید سمیمانه امیدوارم شفا پیدا کنید. شفا آسان نیست. ممکن است این مرحله خیلی طولانی شود. مدت زیادی طول کشید و فکر می کنم هنوز در مرحله بهبودی هستم. من می به شما بگویم که شفا با نگاه کردن به خود در گذشته به همان شکل که بودید آغاز می شود. اگر فقط سعی کنید خاطرات دردناک گذشته را فراموش کنید و فرار کنید نمی توانید همانطور که هستید با خودتان روبرو شوید پس درمانش بسیار دشوار می شود البته که یادآوری روزهای سخت دردناک و ناراحت کننده است اما با غلبه بر آن دوران شروع به دیدن نور خواهیم کرد لطفا به یاد داشته باشید که شما اینجا هستید و این خاطر که زمانی یک درد و رنج وجود داشت و دقت در مورد آنچه که در آن مدت یاد گرفتید و متوجه شدید و این که چگونه در آن دوران بزرگ شدین فکر کنید. مطمئنا چیزهای زیادی هست که یاد گرفتین و رشد کردین. باید همینطور باشد. فقط قبلاً به آن فکر نکرده بودین. امیدوارم برای کشف آن مهلت داشته باشید. هفته گذشته وقت داشتید به خاطرات و احساسات گذشته فکر کنید اما امروز جسارت بیشتری به خرج دهید و مانند گذشته با خود روبرو شوید حتی اگر برخی از جنبه های خود را دوست ندارید لطفاً آن را همانطور که هست نگاه کنید و یاد داشته باشید که حتی اگر دوست ندارید آن جنبه ها را ببینید می توانید در چشم دیگران زیبا به نظر برسید حالا فعالیت امروز را توضیح می دهم قرار است گارلند یا گلبند از احساسات خود بسازید ابتدا اجازه دهید به شما نشان دهم و توضیح دهم که گلبند چیست در کره گلبند و تیکه های پارچه یا کاغذی گفته می شود که به یک خط بلند از الگوها متصل می شوند. گلبند ها انواع مختلفی دارند. در کره معمولا از گلبند ها برای تزئین محل تجمع و سالگرد های استفاده می شود. از آنجایی که اینها بیشتر برای استفاده تجاری ساخته می شوند، هدف متفاوتی با آن چی ما انجام می دهیم دارد. از آنجا که ما این کار را برای آموزش انجام می دهیم، بسیار خوب است که به جای نتایج روی محتوا و مفهوم و روند ساخت آن تمرکز کنید. حالا ترهای هفته گذشته را بردارید. در ادامه از هفته گذشته خاطرات و احساسات گذشته را بیان خواهیم کرد. اگر چیزهایی وجود دارد که نتوانستید آنچه که در هفته گذشته به ذهنتان رسید بیان کنید، می توانید آن را امروز انجام دهید. اگر هفته گذشته را تمام کرده اید می توانید به خاطرات گذشته فکر کنید و بنویسید و آنها را بیان کنید تا حد امکان به نحوه بیان دیگران نگاه نکنید و بر بیان آزادانه افکار و احساسات خود تمرکز کنید اکنون ویدیو را متوقف کنید و از انجام فعالیت لذت ببرید آیا بیان آنها تمام شده است حالا بیایید با نقاشی های خود گلبند بسازیم برای مواد و یک رشته ریسمان نخ قیچی گیره های چوبی و نقاشی های خود نیاز دارید. فعالیت بسیار ساده است. با استفاده از گیره های چوبی تصاویر را به ترتیبی که می خواهید روی نخ آویزان کنید. مطمئن شوید که نقاشی ها خیلی نزدیک یا خیلی دور از هم نباشند و چوب آن را به دیوار آویزان خواهید کرد. مطمئن شوید که مقدار فضای خالی در هر دو انتهای رسمان بگذارید. هنگام آویزان کردن آن به دیوار اگر میخ یا قلابی برای آویزان کردن آن دارید آن را گره بزنید و آویزان کنید یا چوب سنگین نیست می توانید آن را با استفاده از یک نوار زخیم به دیوار بچسبانید وقتی ساخت گلبند را تمام کردید احساسی را که در انجام فعالیت امروز داشتید به اشتراک بگذارید آیا به یاد آوردن گذشته خود سخت بود یا دوست داشتید در روند مواجهه با گذشته چه احساسی داشتید آیا تغییراتی در نگریش یا ذهن شما در نحوه مواجهه با گذشته وجود داشت؟ اگر چنین است چه چی چیزی تغییر کرده است؟ یا انتظار دارید در آینده چه چی چیزی را تغییر دهید و چه تغییراتی را انتظار دارید؟ اگر بتوانید آن را آزادانه به اشتراک بگذارید ممنون می شوم. البته اگر نمیخواهید به اشتراک بگذارید لازم نیست خود را مجبور به صحبت کنید. می توانید وقتی خواستید در مورد آن صحبت کنید یا می توانید به صورت جداگانه با معلم صحبت کنید. بهتر است گلبند ارزشمند خود را در جایی در خانه آویزان کنید که بتوانید آن را به خوبی ببینید هر بار که به آن گلبند نگاه می کنید ممکن است گذشته شما در ذهن شما ظاهر شود حتی اگر خاطرات سختی را به یاد می آورید، نگاه خود را از آن بر ندارید بلکه با شجاعت با گذشته روبرو شوید و من برای شما زندگی پر از شادی را آرزومندم شادی های بزرگتر از هر یک از خاطرات خوشی گذشته شما پس کلاس امروز را در اینجا تمام می کنیم. از این توجه و علاقه شما سپاسگزارم